بچه‌ها سلام، کیوان هستم از گروه سمو. قرار بود که یه سری اتریک شما درخواست داده بودیم برای ریویو رو توی مسافرت ریویوشون کنم و تا جایی که جا داره سعی میکنم که تو همین مسافرت این اترا رو ویدیو بگیرم یا توی اینستاگرام بنویسم. اتری که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم اتری 40 ناتس هست از برند سرجوف از سری جوین دی کلاب. این سری خب همونجوری که احتمالا میدونین هر کدوم از اطراش برای یک کلابی در واقع برای یک هابی یک تفریح ساخته شده. 40 ناتس برای تفریح دریانورداست، یعنی دریانوردی و سیلینگ و اینا که عکس روش هم همونجوری که میبینین یک گره، اگه زومش کنه یک گره 8 است. این گره 8 یا گره 8 که در واقع مال دریانوردی و کاره امداد نژادی و اینجور چیز هست. ما تو صخره نوردی هم از این گره به وفور استفاده میکنیم. 40 ناتس یه عطر آکواتیک حساب میاد، منتها نه آکواتیک خیلی نرمال. این صدای دریا اگه میشنوین به خاطر اینکه من الان اومدم اینجا دریای سیاه هستیم، در واقع منظره که میبینید درخت انگیر و گردون بالا و از هم با افق دریای سیاه رو میبینید، ماهیگیرایی که در واقع دارن تو دریا سید میکنن. الان تقریبا ساعتهای ظهر هستش و منم اینجا با جوین دی کلاب روی سایدم. یه رایحه میوه خوشمزه خیلی آشنا در واقع جوین دی کلاب رو باز میکنه که چرا آشنا؟ چون خیلی از شما احتمالاً تو سالهای قبل، سالهای مثلا بین 95 تا 2005 تو اون ده سال اینجور روایه میوهی رو تو عطرهای یونیسکس مخصوصا عطرهای بنتون و برندهای مینستریم یا همین دیزاینر که خودمون میگیم زیاد حس کردین. رایحه شادی داره، رایحه بسیار مفرحی داره و یه حالت تنباکویی توتونی و در این حال یه بوی قارچ زده یه چوبی که خب میدونیم چوب عود هستش توی این عطر رایحه میوه رو همراهی میکنن. به اضافه اون رایحه، رایحه چوب سدر که اون حالت سوزنی سوزنی کاجی خیلی نرم و شیکش توی بستر عطر اینجا مشخص میشه رو داریم که اینا در مجموع، نمیخوام بیشتر از این سرتون رو گمراه کنمتون با شمردن نوت ها، ولی خب در مجموع یک رایحه توتونی مانند، یه رایحه میوه خوشمزه، کمی حالت نمکی و یه حالت قارچ زده چوبی همچین شیک بدون اینکه هویت چوب عود رو نشون بده توی این عطر کاملا واضح هستن. و بازخوردهایی که من سر 40 ناتس گرفتم، چون این دومین سمپلی هستش که خودم تست میکنم و بازخورد زیاد گرفتم راست چه بخواین، یه ذره برام جالب بود که خیلی خوششون اومد، یعنی تقریبا همه خوششون اومد. بوی جالبی داره، بوی شیکی داره، بوی خوشمزه‌ای داره، بوی مردونه‌ای داره، در حالی که من فکر میکردم باید یه ذره یونیسکس باشه، ولی خب خیلی ها میگن که نه بوی کاملا مردونه‌ای داره. شاید نمیدونم به این خاطر که یه بوی برنج مانند پودری تو بستر این عطر وجود داره اسم میکردم باید زنونم باشه، ولی خب مثل این که اون بقیه رو در واقع شاید بقیه اون استور نمی کنن، یعنی وقتی من استفاده می کنم اون رایحه رو نمی گیرن. 40 ناتس یه عطر میشه گفت چوبی، میشه گفت آکواتیک، میشه گفت کمی هم تنباکویی هسته. 4 فصله، میتونین تو همه فصول استفادهش کنین و بیشتر به لباس رسمی میخوره راستش تا تیشرت و اینجور چیزا، یعنی نمیدونم، نه میشه به تیشرتم زد. الان که فکر میکنم میبینم مثلا همین چیزی که من الان پوشیدم، شلوارک و نمیدونم کلاه و تیشرت و اینا کاملا بهش میخوره، ولی خب من خودم اگه باشم یه ذره سعی میکنم رسمی تر چیزش کنم، یعنی اگه شلوارک و تیشرتم میپوشم یه تریپی که انگار دارم میرم از این قایقای تفریحی و لوکس و درست حسابی یه همچین تیپی میزنم، یه تیپ مهمونی و اینجور چیزها رو خیلی میطلبه، چون خیلی رویه شاد و خیلی رویه اکتیو و همچی به اصطلاح میشه گفت همه پسندی داره، یعنی این آدم ها که میان توی مهمونی همه دورشون جمع میشن از بس که خوش صحبت هستن، با همه خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن، تریپ اوناست و موندگاری خیلی خوبی داره. مخصوصا این سری سرجوف، اکثر کارهای سرجوف سر موندگاری کم نمیاره، یعنی سرجوف سعی میکنه این فاکتورش رو، چون میدونه به هر صورت مخاطبی که دنبال کارهای سرجوفه دنبال موندگاری هم هستش، اکثر کارهای سرجوف موندگاری خوبی دارن. این سری جوین دی کلاب هم موندگاری متوسط به بالا تا عالی دارن و 40 ناتس به نظر من موندگاریش خیلی خوبه.
و خوبیش اینه که تا آخرین لایه‌اش خودشو خراب نمی‌کنه، یعنی مثلا بر نمی‌گرده اون حالت میوه‌ش بره یا چوبیش عوض شه و اینا، تقریبا میشه گفت خطی حرکت می‌کنه و حالت میوه‌ش به همون شادابی شروع میمونه. حالا دقیقاً چیه این میوه نمیدونیم. من تو یکی از این پست‌های قبلی تو اینستاگرام هم توضیح دادم که روایح میوه‌ای کاملاً سنتتیک هستن، هیچ میوه‌ای به صورت طبیعی توی عطر به کار نمیره و نرفته، فقط اگه البته مرکبات رو باید جدا کنه، مرکبات توی دنیا عطر میوه حساب نمیان بلکه مرکبات هستن و روایح میوه‌ای کاملاً سنتتیک هستن و خیلی هاشون خب مثل بوی سیب، مثل بوی توت فرنگی سعی میکنن در واقع بوی یک میوه رو به ما تداعی کنن، خیلی هاشون سعی میکنن با یه حالت ناآشنا رایحه میوه‌ای رو واسه ما تداعی کنن که خب ما نمیتونیم در واقع اسمشون رو کاملا به زبون بیاریم چون نمیتونیم تشخیص بدیم اینا چی هستن، ولی خب توی این جور روایح یه حالت آروماتیک تروپیکال مثل آناناس، مثل هلو، پشن فروت، این جور چیزا رو به صورت میکس اسم میکنین. در واقع اینا واقعا ترکیب میوه‌ای نیستن، ترکیب یه سری مواد هستن که این حالت رو بهتون میدن، یا شاید هم از پیش آماده دارن اینجور مواد رو و توی عطر استفاده میکنن مثل یه اکورد میوه‌ای. همونجور گفتم موندگاری خیلی خوبی داره، نشربوی خیلی خوبی داره، نشربوش من خیلی راضی هستم از 40 ناتس و قیمتاش هم که خب تو ایران میدونین دیگه. اینا اگه اشتباه نکرده باشم 230 یورو اینان. راستی تو شیشه های جدید کلا شیشه های سرجوف عوض شده به خاطر اینکه بعضی هاشون شکایت اومده و یکیش خود من که عطر سرجوف هم شکست از گردن میشکنن به خاطر اینکه سرایشون فلزن از آلیاژ زاماک تولید میشن و بدنه هاشون هم خیلی توپر و سنگینه و اون گردن عطر نمیتونه تحمل کنه، در کوچکترین ضربه ممکنه سرای شیشه های سرجوف از گردن بشکنه. این اتفاق برای من افتاد، منم خب گزارش دادم به سرجوف اینو و اینا دیدم که گفتن آره ما اصلا داریم شیشه ها رو عوض میکنیم و در واقع شیشه های با استقامت بالاتر و فرم دایره که در واقع لبای دایره که میتونه انرژی رو، یعنی ضربه رو به صورت چیز، به صورت انرژی به پایین عطر بده و اون مانع شکستنش بشه، این شیشه ها عوض شدن و سری جوین دی کلاب یا جی تی سی هم تو شیشه های 100 میل و 50 میل از این به بعد ارائه میشن، قبلا فقط 50 میل بوده. قیمت جدیدشون نمیدونم ولی یادم اون قبلی ها 235 یورو بودن اگه اشتباه نکرده باشم هر شیشه شون، گرچه من اون شیشه های جوین دی کلاب رو خیلی دوست داشتم برعکس بقیه شیشه های سرجوف، ولی خب عوضش کردن دیگه. با ما باشین در سمور با یک اتروی ریویو دیگه، فعلا.